اگر یه قدری به عقب برگردیم، روزی که من سوگند وفاداری برای حفظ این آب و خاک نمودم، همان روز از طرفی پایتخت کشور ما به وسیله بیگانه اشغال می شد و در همون موقع فاصله‌ای که از منزل تا مجلس شورای ملی تیپ کردم، موکب من یعنی اتومبیل من بر دوش شما ملت ایران کشیده می شد. این به من قدرت می داد که در مقابل حوادث و اشکالات هیچ وقت خم نشدم.
امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره معید و حافظ ملک و ملت ایران باشد.